سراغ ساختار سلسله مراتبی. اینجا ساختار سلسله مراتبی اینجا اومده مثالش رو داره میذاره، میگه مثلا میبینید P1 هستش، قرمز، آهن، تهران. P1 مثلا دو تا ممبر داره، این منظور دو تا ممبره، دو تا عضوه، هم میتونه S1 عضوش باشه هم S2. از کجا فهمیدم اینا دیگه؟ مثلا P1 رو ببینید، P1 هم S1 داخلشه هم S2، در واقع میتونه به این شکل ممبر عضواش باشه که مقادیر 300 هم در واقع اون تعدادش دیگه. اینجا P3 مقدار S1 عضوش هستش یا ممبرش هستش، اینا P3 S1 فقط. بعد P2 S1 S2 S3 رو داره. اگه بیام اینجا دقت بکنیم، P2 S1 S2 S3 و مقادیرهای مختلف رو داره و P4 هم که هیچی نداره. خب انگار همون فارنکی هست، یا همین اینا فرض کن پستن، اینا کامنتان. خب دونه دونه میتونه در واقع کامنت داشته باشن و کامنتاشون وصل باشه. حالا اومده اینجوری این داره میزه، منم فارسی رفتم تو اینترنت پیدا کردم، حالا میشه در واقع تو نویکت هم بیام اینجا نمایش بدیم، ولی خب اینا خیلی مفهومی تره تا اینکه من بیام اینجا برگردم بگم اینا به هم دیگه وصل هست، چون نمیفهمی چجوری. باز اینجا قابل فهمتر هستش. اینه چیه؟ مثلا 3 تا کامنت برای پست شماره 2، 2 تا کامنت برای پست شماره 1، 1 دونه کامنت برای پست شماره 3 و پست شماره 4 هم هیچ کامنتی نداره. اینه تو خود سایت خود من، اگه بیاد بیاد تو الکود خود طبیعتاً یه سری چیزها اصلا کامنت ندارن، مثل چه میدونم مثلا فلکس. خب نمایش دوره فلکس اصلا کامنت نداره، اگه کامنت داشت من اینجا میدیدمش، بس کامنتی وجود نداره برش، ولی بس یه سری دوره های کامنت دارن. خب به این شکل هم این هم مثالش بود که باید تعریف میکردیم. بریم حالا تو فیلم بعدی ساختار شبکه ایران ببینیم.